تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در اسفند ماه سال 1329 و پس از آن روی کار آمدن مصدق که به عنوان چهره مخالف رژیم شناخته می شد از یک سو و پشتیبانی مردم از ماجراها، حوادث و افرادی که با حکومت در تعارض بودند از سوی دیگر، دومین پادشاه خاندان پهلوی را به فکر چاره اندیشی انداخت تا راهی برای عبور از این بحران ها پیدا کند. محمد رضا پهلوی در سفری به ایالات متحده نبود یک نظام جامع امنیتی در ایران را مشکل آفرین قلمداد می کند. مقامات کاخ سفید با شور و هیجانی عجیب از درخواست شاه ایران در خصوص راه اندازی یک تشکیلات امنیتی استقبال کرده و به وی پاسخ مثبت می‌دهند. آن روزها اداره امور امنیتی ایران توسط ژاندارم ملی، رکن دوم ارتش، هنگ مرزی و فرمانداری نظامی به صورت همزمان پیگیری می‌شد که هیچ یک از آنها دانش و کارایی لازم را در این حوزه نداشته و به این کار مسلط نبودند. عدم همکاری، بی اطلاعی از فعالیت‌های یکدیگر، ناآگاهی و نبود نظام آموزشی مناسب در ارگان‌های یاد شده، بهترین فرصت برای مبارزین و مخالفین حکومت محمد رضا بود. سرانجام آمریکا با استفاده از تجارب CIA و موساد در سال 1335 با راه اندازی سواک توان امنیتی رژیم پهلوی را به صورت چشمگیری افزایش داد. منو دعوت کردن به یه نامه اومد که دعوت کردن برای کار. بعد دیگه وقتی که رفتم به اون ساختمون اونجا اول فکر میکردم شاید به دلیلی منو خواستن. سواک نشان میکرد دیگه، نشان میکرد راست نشانگر، بعد تماس میگرفتن بعد استخدام میکرد. محل سکونتمون نامه اومد که آقا شما بیایید برای آزمایشات پزشکی و چیز کارهای استخدامیتون. در روز نجیگی یک ماه طول کشید امتحانات، هم بدنی، هم شفایی و هم کتبی. مثلا اولین چیزی که یادم میاد مشخصات خود را مرقوم بفرمایید، بعد عضو کدوم گروه دسته هستید. بیشک شنیدن حقایق تاریخ از زبان بازیگران نقش‌های آن روزها راهی است به سوی روشن شدن ماجرا. این افراد کسانی هستند که بخشی از عمرشان را در استخدام سواک گذراندند. چند جلسه ای با من حرف زدن، گفتن چون من زبان آلمانی هم میدانستم و اینا، گفتن که ما میخوایم شما رو برای خارج کشور و قسمت. بعد دیگه پس از چند جلسه رضایت دادیم به این مرحله. حدودا نزدیک دو ماه طول کشید. بعد امتحانات مختلف و پزشکی و چیزهای دیگه قبول شدیم. موافقت کردیم که استخدام بشیم. بعد از مدت آزمایشات و مصاحبات اینا من قبول شدم و مشغول به کار شدم. بچه هایی که استخدام می شدن، بعضی که از هفت مرحله های مختلف می گذشتن، می آدن با آموزش. یه آموزش کلی بود شما می دیدید. کلی تمام حفاظتتون چطوری رعایت کنید، مثلا چطوری برید خونه بیایید، چطوری لباس بپوشین، چطوری تعقیبتون میکنم، یه چیز کلی بود که همه میدیدن. شرایط امنیتی حاکم بر ساختار تشکیلاتی سواک به گونه ای بود که اعضای جدید الورود نمیدانستند که در چه ارگانی استخدام شدند. گاهی هم برای ردگم کنی به آنها گفته می شد که شما در نخست وزیری استخدام شده اید. ما را استخدام کردن به عنوان نخست وزیری. ما قدیم خود نخست وزیری کاخ
نخست وزیری ادارات جیهشه. و بعد از شروع به کار فهمیدیم که عنوانش نخست وزیری بوده ولی اون نیست، چیزش ساواک یا سازمان امنیت حکومت شاه بوده که ما اونجا مسئول کار شدیم. سازمان اطلاعات و امنیت کشور که به اختصار ساواک نامیده میشد، دارای 9 اداره کل بود و ریاست آن به تیمور بختیار سپرده شد. مدتی بعد هسته های اولیه ساواک عذرگیری و چینش نیروها را آغاز کردند. اداره یکم اداره استخدام بود، اداره دوم در رأس اداره دوم نیروهای مسلح بود، اداره سوم هم سازمان اصلاحات امنیت استان‌ها بود، اداره چهارم هم که عین همین ارتش که دژمان هستش و تخلفات پرسنل، و اداره پنجم وظیفه تشریفات مهمانی و خارجی و شنود، و اداره هفتم اداره خاورمیانه بود، در رأسش اداره موساد اسرائیل بود، اداره هشتم هم که اداره ضد جاسوسی و کل ضد جاسوسی بود، اداره نهم هم که اداره مدیر کلا بود، در رأسشون سازمان شاهنشاهی بود که خود شاه اون موقع نظارت کامل داشت که فردوست رئیس اطلاعات به اصطلاح شاهنشاهی بود در اون زمان. یکی از مهمترین و بزرگترین ادارات کل تابعه ساواک که شخص محمد رضا پهلوی و آمریکایی‌ها و قاصبین فلسطین حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده بودند، اداره سوم بود که شخصی به نام پرویز ثابتی ریاست آن را بر عهده داشت. بسیار خوشبختم از اینکه امروز بار دیگر فرصتی دست داده است که با ارباب محترم مطبوعات و نمایندگان خبرگزاری خارجی و رادیو تلویزیون ملی ایران ملاقات و مصاحبه داشته باشیم. پرویز ثابتی مدیر کل تامین اداره امنیت داخلی آخرین شغلش بود. این با کارمندا و اینا بد رفتاری نداشت، با کارمندای قسمت های دیگه. بعدم با وزارت خونه ها خیلی خیلی سرشناس شده بود دیگه. یه دفعه مصاحبه مطبوعاتی کرد، خیلی اسمش در رفت، یعنی همه شناختنش. چون مسئله منافع حکومت پهلوی در اون زمان اداره سوم بود، اداره سوم که زیر نظر مستقیم موساد و پرویز ثابتی بود. بودجه‌های کلان و سری حکومت خیلی زود ساواک را به قدرت رساند. این سازمان مخوف امنیتی توانست نفرات زیادی را به کار بگیرد. همه چی داشت، هر چی می‌خواست میتونست تهیه بکنه. کسی اداره لنگ چیزی نمیمون که مثلا بگن آقا فرض بفرمایید ماشین میخوایم پلان میخوایم، بودجه در اختیارشون بود و میخریدن. چون مثل بعضی ادارات مثلا فرض بفرمایید که میگفتن نه حالا بودجه نداریم، امسال صبر کنید تا سال آینده نمیدونم بودجه تصویب بشه و حرفا. نه، اون یه بودجه خاصی برای خودش داشته که همه چی بوده. با وجود وسعت و ساختار تشکیلاتی ساواک، مشکل کارهای موازی همچنان پابرجا بود. دستگاه‌های امنیتی دیگر کشور برای جلب نظر شاه و ناکارآمد جلوه دادن ساواک، تلاش بیشتری در مقابل با مبارزین و انقلابیون به کار گرفته و گزارشات متعددی در این خصوص را به دربار ارسال می‌کردند. و در همون موقع هم شما فکر نکنید ارگان‌های مختلف با ساواک خوب بودن. مختلف هم با ساواک خوب نبودن. از ساواک حرف گوش میکردن چون میترسیدن ازش، یه حالت حساب بردن داشتن ازش حرف گوش میکردن. ساواک نیست در این قدرت نمایی بیکار نبود. پرویز ثابتی برای اثبات بیکفایتی رقبا نقشه بمب‌گذاری در ساختمان مرکزی شهربانی را طراحی کرد تا نشان دهد سازمانی که توان مراقبت از ساختمان‌های خودش را ندارد چگونه از پس اداره امور امنیتی برخواهد آمد. نقشه ساواک به سرانجام نرسید و به علل نامعلومی بمب پیش از موعد مقرر منفجر و شخص بمب‌گذار کشته شد. مسئولان اداره شهربانی پس از تشخیص هویت بمب‌گذار سر و صدا و دعوای بزرگی را
علیه سواک به راه انداختم. کشمکش بین نهادهای امنیتی محمد رضا را وادار کرد تا تصمیم تازه‌ای بگیرد، تصمیمی که هنوز هم رد آن بر صورت تاریخ خودنمایی می‌کند. کمیته مشترک ضد خرابکاری، کمیته‌ای با حضور کارآمدترین و برترین نفرات شهربانی، رکن دوم ارتش، ساواک و فرمانداری نظامی. در جهت پرهیز از موازیکاری در برخورد با افراد و جریان‌های انقلابی، از تاریخ 4 بهمن ماه 1350 کمیته مشترک ضد خرابکاری کار خود را در ساختمانی که آلمان‌ها برای رضاخان ساخته بودند آغاز کرد. بله، ساواک خیلی نیرومند بود. سازمان‌های اطلاعاتی خارجی اسرائیلی‌ها کمکش می‌کردند و برای شاه که شاه رو نگه داره، حکومتش رو قوی کنه. بله، شاه خیلی ساواک نیرومند بود، تو همه جا دخالت داشت، مردم جرأت نداشتن اسمشو ببرن، بعدش میاد به خاطر اینکه هر خانواده بر صورت قوم حساب کنی توی از 100 نفر یه نفرشون توسط ساواک گرفتار شده بود، به خصوص مذهبیانم. ما هم که همه ایرانی 95% اهل تشیع مذهبی شیعه بودیم دیگه، به گوش خانواده ایرانی میرسید، به همین دازم بعدشون نفرت عمیقی داشتن نسبت به ساواک. این ساختمان را که هیچ کس نتوانسته از آن فرار کند، در سال 1311 توسط معماران آلمانی ساخته شد. مهندسی بسیار پیچیده آن به گونه ایست که در زمستان بسیار سرد و در تابستان گرمای طاقت فرسایی دارد. یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های این بنا مشخص نبودن راه‌های خروجی آن است. شکل دایره مانند آن هم سبب می‌شود تا جلوی ورود و خروج صدا گرفته شود. شاید بتوان گفت که شاه برای مواجهه با انقلابیون روش‌های رایج در سیاه و مساد را برگزید. خود ساواک هم یه لیست سیاه داشت که از این 7000 کارمند، غیر از اون منابع و خبرچین و اینا، 7000 کارمند رسمی داشت که اکثرا ارتشی و شخصی و اینا، کارشناس اینا بودن. 1000 نفر لیست سیاه داشت، اگر انقلاب نمیشد باید تکلیف اینا رو روشن میکردن. افرادی که ناراضی بودن با راستاشون سرشاخ بودن یا مذهبی می‌دیدن، چیزای بد و ناهنجار رو می‌دیدن، اعتراض می‌کردن، تو پرونده‌هاشون بود. اینی که اگرم یه چیزایی بوده تو خودشون بوده، نمی‌اومدن به هم دیگه بگن. اینو اصلا اینجوری تربیت می‌کردن. یکی از چیزایی می‌گه اصلا زبان دماد کار بکنه، حرف بزنه. چون الان هم که ما به قولی معروف داریم صحبت می‌کنیم دیگه کار تموم شده است و فلانی حرفا. افراد بسیاری به عنوان بازجو در کمیته مشترک ضد خرابکاری فعالیت می‌کردند که به دلایل مختلف بارها از سوی شاه مورد تشویق قرار گرفتند. رسولی، آرش، حسینی، آزادی، منوچهری و تهران. اینها بهترین شکنجهگران ساواک بودند که به گواه اسناد موجود دوره‌های آموزشی خود را در آمریکا و اسرائیل گذراندند.
در بعد به استخدام مدت 2 سال منطقه شناسی تهران رو انجام دادیم. بعد وارد تیم تعقیب مراقبت ضد جاسوسی. اعزام رو اونایی که در رده های بالا بودن معمولا در امریکا انگلیس می‌رفتن. اسرائیل تنها کشوری بود که با ساواک همکاری داشت. یکی از اون کشورهایی که بود کاملا با ساواک همدست بود. همکار بود. خیلی از مسائلی رو که به عنوان جاسوس یا به عنوان مسائلی رو قرار بود یارو بکنه میفهمیدیم که از اسرائیل شروع شده و اعلام کردن. منبع اطلاعاتمون اسرائیل بود بیشتر. بیشتر این چیز همین افراد اسرائیلی های خبیث بودن که خیلی روابط مستقیم داشتن. مثلا ما یه بار ما رو فرستادن گفتن برید فرودگاه مهرآباد پاویون دولت یه شخصیتی رو بیارید فلان کاخ. همون کاخ شیام بود اکثرا مهمونای خارجی را شخصیت ها اونجا. ما رفتیم دیدیم شخصی از تیاره پیاده شد یه تسمه روی چشمشه. من گفتم این که موشیدایانه، احتمالا وزیر دفاع اسرائیل بود. اینو ما مخفی از فرودگاه آوردیم در همون کاخ شیام که احتمالا وزیر دفاع اسرائیل بود اون موقع. حالا چه خبری برای شاه آورده بود؟ اینا چند روز اونجا موند و بعد بدون اینکه مطبوعات چیزی بنویسن، بدون اینکه اخباری چیزی بگه، این موشیدایان رفت. تیم‌های عملیاتی کمیته مشترک ضد خرابکاری از سال 1350 تا آخرین روزهای موجودیت حکومت پهلوی صدها مأموریت ویژه را علیه انقلابیون اجرا کردند که متاسفانه عده زیادی در این عملیات‌ها به شهادت رسیدند. برخی از این شهدا مردم کوچه و خیابان بودند که هیچ ارتباطی با گروه‌های مبارز نداشته و هنوز هم آمار دقیقی از آنها در دست نیست. اینا به طور ضربتی افرادی که دستگیر می‌شدن همه می‌اومدن در اینجا یه بازجویی مقدماتی می‌شدن. اگر لازم بود فرستاده می‌شدن به بخش‌های مربوطه‌شون در ساواک. ولی اکثرا مشکلات اینجا صورت می گرفت که اینا مثلا فرض کنید در درگیری های خیابانی اینا دستگیر می شدن یا از خونه های تیمی اینا رو می گرفتن یا لازم بود که در یک زمان خیلی کوتاهی به اعتراف برسن. حالا از هر کاری ممکن بود کوتاهی نکنید. به این عکس ها خوب نگاه کنید. اینها فقط بخش کوچکی از تصاویر کسانی است که زیر شکنجه ساواک به شهادت رسیدند. به نیروهای ساواک آموزش داده بودند که در هنگام خطر همه اسناد و مدارک باید نابود شد. به همین دلیل در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب بر مبنای ابلاغیه ها و آموزش های سازمانی بیشتر اسناد را از بین بردند. به گونه‌ای که حالا حتی نشان مزار این شهیدان هم مشخص نیست. والا افراد ناراضی زیاد بودند. از مذهبی ها گرفته تا گروه های مختلف مثل فدایی ها، مجاهدین، حزب توده، تمام افراد ناراضی مملکت که در طول تاریخ حکومت رضا شاه و شاه و اینا کسی رو که می آوردن اینجا با چشم بند می آوردن. بعد تو اتاق که می آمد چشم بند باز می کرد. بعد ما هم که می خواستیم توی اتاق دیگه بریم به اون صورت آزاد نبودیم که همجوری بلنشیم بریم، با هماهنگی قبلی می رفتیم و کسی رو که با قول معروف اینجا می دیدیم طبیعتاً پشتشون رو می‌دیدیم، رو به دیوار نگرشون می‌داشتیم. مثلا ما کارمون با همکارمون انجام می‌شد، اون شخص هم رو به دیوار وا می‌ساد. یعنی حتی المقدور سعی می‌کردن که به قول معروف توی اتاق دیگه ندونه که چه خبره، چه می‌گذره. ساواک مسئول عملیات منجر به شهادت سید علی اندرسکوست، همان مبارزی که سالها با هوشیاری و تبحر خاصی از دست نیروهای رژیم شاه گریخت و دستگیریش برای ساواک به یک آرزو تبدیل شد. اندرسکو در واپسین روزهای نفس کشیدن حکومت پهلوی به شکل ناجوان مردانه به شهادت رسید. این شخص مسئول عملیات دستگیری شهید اندرسکو است که البته در آن روزها هیچ وقت دستش به خون بیگناهی آلوده نشده و بعد از انقلاب نیست توسط دادگاه‌های انقلاب تبرئه گردید.
شهید اندرزگو رو از مشهد تحت تعقیب قرار داشتن و بعد اعلام کردن به کمیته مشترک ضد خرابکاری که ایشون از مشهد عازم تهران هست و ایشون تا این لحظه و در این منطقه مورد تعقیب مراقبت افراد قرار داشت و پس از یک سلسله مسائلی که براشون اتفاق افتاد بعد از گذر از چندین خیابان و رسیدن به محل میدان شهدا عازم این محل شدن و همین محل که امروز به عنوان خیابان شهید قادری نامیده میشه قبلا کوچه سقاباشی بود و شهید بعد از اینکه وارد این کوچه شدن و در حدود 40-50 متری که تو همین مسیر کوچه جلو رفتند توسط عوامل کمیته مشترک ضد خرابکاری و کمیته اوین که قرار بود مسئولیت مستقیم دستگیری ایشون رو به صورت زنده داشته باشن مورد شهادت رسید. دقیقاً این خونه و این خونه که جدیداً بازسازی شده، این دو تا پلاک خونه که جدیداً بازسازی شده، شهید اندرزگو در موقعیت کنار پیاده رو اینجا در همین موقعیت و در همین شرایط موقعیت خم شدن و شرایط محل واقعی درگیری شهید اندرزگو همین نقطه‌ای هست که من ایستادم. یعنی ما آمبولانس را آوردیم، حالا وسعت کوچه و شرایط ساختمان‌ها اون موقع اینجوری نبود، مردم هم جمع شده بودن با توجه به تیراندازی و صدایی که بود. ما آمبولانس را آوردیم اینجا، شهید اندرزگو رو سوار آمبولانس کردیم و از همین مسیر رفتیم به سمت بیمارستان شهربانی و در اتاق عمل ایشان شهید شدن. من سالهای سال طالب همچین موقعیتی بودم که هم خودم رو تطهیر بکنم و اون مکنونات قلبی خودم رو ابراز بکنم و اون چیزی رو که واقعیت داشته بیان بکنم تا اگر شنونده‌ای، بیننده‌ای و یا خواننده اینها رو می‌بینه واقعیت‌ها رو از گواهان بپذیره. شکنجه، شاید باورش هم سخت باشد که بیش از 50 شیبیر شکنجه توسط سواک به کار گرفته می شد که در هیچ زندانی به جز گوانتانامو و ابو غریب نظیر آن دیده نشده است. من علی اکبر دهخانی هستم، با اسامی مستعار طالبی، محمودی، بهرنگ. در ساواک خدمت میکردم. مدت ها حدود 5-6 سال بازجو بودم. همین
هم شکنجه‌گر بودم و هم بازجو بودم، یعنی متهم و تحت فشار قرار میدادم تا زمانی که این بشکنه. درسته ما مأمور بودیم، ولی مأمور متاسفانه بهمون گفته بودن کلاه بیار، میرفتیم سر میآوردیم. مأموری بودیم که توسط رؤسامون تحت فشار قرار میگرفتیم که آقا متهم باید بشکنی، متهم باید اطلاعات گرفته بشه. شکنجه در سواج همینطوری که شواهد و قرائن اصلا وجود داره حد و مرزی نداشت، یعنی برای کسی که نمیشکست تعیین نمیکرده. آقا یک روز شکنجه میشه، بعد از یک روز اگر اعتراف نکرد دیگه ولش کنین، این مسئله وجود نداشت. ساعت دو ساعت بیشتر کمتر زیر دستمند قبولی و هر دفعه میدن فشار بیشتر میدادن که دو دست دادن از پشت هی به هم نزدیک بشه و فشار. غیر از قفونی ممکن بود پشت قفونی این شخص که قفونی زدن یک وزنه یا یک سطلی هم آویزون بکنن و یک مقدار مثلا سنگی چیزی هم توی این بریزن که فشار بیاره به کتفای این و این زودتر اعتراف کنه. تو دست از پشت میرستن بریک میزدن، سطل شنی رو آویز میکردن و از بخوام یه پاره میبادن بالا که آیت الله حاری امام جمعه قبل رو همین کارش کردن. رفقای که ما بودن آی شعرا و امثال ما از کارا زیاد بهشون زدن. یکی هم وسیله باتون برقی بود؟ یه شوک الکتریکی بود که افراد یعنی بازجو از این معمولا استفاده میکرد. توسط همین آقای دهقان شکنجه شدم که به وسیله باتون برقی بود در کمیته ضد خرابکار و در اونجا خلاصه دست ما رو بسته بودن و پاها رو بسته بودن و هیچ نوع قدرت دفاعی از به اصطلاح خود نداشتیم. سواج به بازجوهای کمیته مشترک اختیارات فراوانی داده بود. به همین سبب آنها دست به بدترین شکنجه ها می زدند. شکنجه هایی که منجر به شهادت عده زیادی از انقلابیان شد. این هم عکس رضا دیباجه. سید رضا دیباج این هم فردی بود که توی کمیته شیراز توسط شخصی به نام دکتر یا کمانگر به شهادت رسید. در اثر ضربه زیر شکنجه این شخص به شهادت رسید. این عکس ها متعلق به کسانی است که زیر شکنجه سواک به شهادت رسیدند، ولی اسناد پزشکی قانونی مرگ آنها را خونریزی داخلی و چیزهایی از این دست عنوان می کند. اما عکس ها و اسناد حرفشان چیز دیگری است. یعنی اگر شخص به طور مثال این از بین میرفت یا نقص عضو پیدا میکرد یا هر مسئله برای این شخص پیش میومد، برای این پرونده پزشکی تشکیل میدن. یعنی شخصی که اینو برنامه روی این شخص بیاده کرده بود از همه چی مبرا میشد.
بعد پرونده پزشکی قانونی که درست میکردن برای این شخص که آقا مثلا در اثر سکته یا در اثر ناراحتی یا بیماری این شخص فوت کرده، وقتی این پرونده تشکیل میشد این شخصی که زیر شکنجه از بین رفته بود خیلی راحت از مسائل قانونی فرار میکرد. سیاه و موساد هر آن چیزی که شکنجیگران برای آزار انقلابیون لازم داشتند رو به آنها آموخته بودند. شنیدن شکل و شیوه این شکنجه ها هم تن هر آزادمندشی را می لرزاند. این عکس وسیله است که برای کشیدن ناخن و برخی از انواع خاص شکنجه به کار می رفته است. شکنجه ابداعی بود، چند تا شکنجه رسمی بود، چند تا شکنجه ابداعی بود. شما اخیراً تو این رستوران‌های کشور میگن چلو کباب بلگ و کوبیده و سلطانی، این هست یه میگن این مال سراشپزه. این شکنجه سراشپزی اونجا یه چارپایی میذاشتن زیر پا آدم آویزون میرفتن بلا تناب میبندن به دست اون رو چارپه رو رد میکنن یا صندلی رو رد میکنن آدم آویزون شد رو همین دست. اون وقت میزدن به پا آدم میرفت نورد فشار میامد به این دست. وقتی که احمق حرف نمیزنی خواستی به سالی رو دیگری بکشم با تو هم با تو هم با تو هم. یعنی فرق نمیکرد چه زن باشه چه مرد باشه، تفاوت نداشت. در این بین برخورد با زندانیان زن نیز شنیدنی است. حالا مشخصه این که برای زنها اینا موهای خانم‌ها رو معمولا می‌گرفتن دور این دایره می‌گردوندن می‌کشیدن. یه زنی اونجا می آمد، پاسبان زنی بود، هفته یه دفعه می آمد به اصطلاح خانم ها سر می زد. من تو سلول عمومی که بودیم از این قیچی خواستیم که بیاد همه موهاشون رو زدن، گفتیم دستگیره های اینا رو بگیریم ازشون، یعنی موها رو می گفتیم دستگیره، مثلا دستگیره آرش که ازش گرفته بشه. ولی شکنجه اصلیشون که به قول خودشون معجزه می کرد کابلی بود که می گفتن این کابل معجزه می کنه. اینو میفرستیدیم یه اتاقی بود با اتاق شکنجه که اینا رو میبستن روی تخت، دستشون بسته میشد، پاشون هم بسته میشد و شروع به زدن میکردن. و زدن واقعا وحشتناک بود. به چه صورت؟ نمیدونم، خدایی نکرده کابل انشاءالله که کف باتون نخورده. کابل برق یک خاصیت داره، وقتی کف پا میخوره از شوب خیلی بدتره، خیلی ضربه شدیدتره. خیلی وحشتناک بود. ما یه وقتا خودم هم وقتی با شمع و با این چیزا میسوزند و اینها زیاد حساسیت نشون میدادم که از کابل کمتر استفاده کنیم. حد و مرزی نداشت، یعنی برای کسی که نمیشکست تعیین نمیکرد. آقا یک روز شکنجه میشه، بعد از یک روز اگر اعتراف نکرد دیگه ولش کنین، این مسئله وجود نداشت. یا باید شخص میشکست یا تا سرحد نهاییش میرفت، یعنی سرحد نهاییش هم مرگ بود دیگه. بعد از زدن کاب بسیار 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 تشنه می شدی، تا که آبمون گفت تشنه تهمون یه پارچه بود اینقدر بود، حالا یه لیتر دو لیتر شاید آب می گرفتش، حالا بدلاسی که اینقدر بود دادن اینو می خوردی خور 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 تشنه بود دیگه، درسته؟ بعد می آورد می بست به بینندگان عزیز. اگه نرفتم موزه عبرت کمیته مشترک برن ببینن اون دور تا دورش که فلکی بود می بستم به اون.
بلافاصله که ادرار نمیکنی، این مجاری ادرار رو میبندن، به این کلیه و مولیه فشار میاد، اینه به اصطلاح چیز. البته ببخش من اینو میگم اونجا از بینندگان محترم خیلی عذر میخوام، مثل یابا آدم نهره میکشه. بعد مجاری ادرار، حالا بعد از چند دیگه چون زمان و ساعت ما نداشتیم که، باز میکردم اون سرباز مربازا، بعد ولد میگم بگم لیست بزن. ما رو بردن اتاق آپولو، بردن اتاق آپولو و خلاصه لخ کردند و این الکتروداشون رو وز کردن به گوش و سینه و به اصطلاح خلاصه همه جای بدن و واقعا جهنمی درست کرده بودن. مثل یه صندلی درازی بود، کف صندلی که طرف به صندلی می نشوندن، این فقط از مچ پاش بیرون بود. دستم پرس میکردن، اینجا قسمت دست رو اینجا رو میبستن، پیچ موره میکردن. البته دست چپ رو بیشتر صفر میکردن، دست راست کمتر، چون در وقت فشار میوردن دو سه دفعه این کار رو میکردن، این کار رو دست آدم یه ماه همینجور میموند. و یک کلاه کله قندی میذاشتن تا تو سینه آدم میومد که هیچ صدا به بیرون نمی اومد. کلان میذاشتن سر انسان و میبستن، میزنن به تن آدم، داد که میشید این صدا میپیچید تو این کلان، گوش آدم خراب شده میشه. علت این هم که اسمش آپولو گذاشتن برای اینکه میگن اینا که میرفتن تو آپولو و کره ماه میرفتن و مریخ میرفتن، احساس بی‌وزنی و احساس این چیزا میکنن، خلاصه یه شرایط فوق‌العاده‌ای داشتن. لذا اینجا هم واقعا ما همینجور بودیم، گاهی اوقات که به تخت به همون آپولو میزدن اینا، اصلا سرمون یه حالت دورانی پیدا میکرد و از حالت طبیعی خارج بودیم. واقعا شکنجه‌ای که تحت عنوان آپولو اون موقع روی زندانی‌ها اعمال می‌کردند، میتونم بگم که اگر کسی جون سالم به در می‌برد شانس آورده بود، چون من خودم بعد از شکنجه تا مدت‌ها خون ادرار می‌کردم، یعنی تا اکثر مویرک‌های بدن خصوصا به اصطلاح داخلی پاره می‌شد و شما اصلا وضعیت دست خودت نبود. این شد اخلاق و ادب آریامهری، حقوق بشر مدافعان حقوق بشر امروزی خاندان پهلوی. شخص اول رژیم پهلوی به طور دقیق از جزئیات عملکرد کمیته مشترک ضد خرابکاری آگاهی داشت و مسئولین ساواک گزارش اقدامات آن کمیته را به صورت محرمانه به دربار ارسال می‌کردند. بولتن می‌فرستادند و اینجور که میگفتن خود رئیس رؤسای ساواک هم هفته یکی دو دفعه میرفته دیدنش. سازمان اطلاعاتی کشور فقط زیر نظر شاه گزارشش رو فقط به شاه میداد، به هیچ کسی به جز شاه توجیه نمیداد. این تصویر مربوط به یکی از بازدیدهای محمد رضا پهلوی از کمیته مشترک ضد خرابکاری است. باید دید که مدعیان حقوق بشر آن روزها انسانیت را چگونه معنا می‌کردند. حتما شاید خبر داشت راجع به قضیه، چون به صورت توسط نصیری که رئیس ساواک بود گزارش شد، بعد توسط پردوس که رئیس اطلاعات ویژه بود حتما گزارش هفتگی ماهیانه را می‌برد پیش خودش. اینکه هیچ آمار دقیقی از شهدا در دست نیست حاصل تدابیر امنیتی و آموزش‌هایی است که فرزند سیاه و موساد به کار بست تا جلوی خیزش انقلابی مردم ایران را بگیرد. یه تعدادشو که ما حدوداً مثلا میدونیم که یه روز منوچهری به خود من گفت ما بند پنج کمیته مشترک بودیم، همین موزه عبرت فعلی، ایشون اومد و یه چهارم بیرون درگیری چیزی شده بودش، اومد چهار پنج تا بچه رو برد، گفت اگر ما
بیایم اینجا همه شما را با ادبیات خودش این حرف رو میزد که من اخلاق و ادب اجازه نمیده مثلا میگم چی میگفت شما را فلان و فلان کنیم و بکشیم و اینا مثلا کسی نمیتونه چیز کنیم ما 5 میلیون هم برای اعلی حضرت دمونه خوبه بغله میکشیم هیچ کسی هم نیستش که بتونه قدرت داشته باشه به ما بگی که چرا کشتیم چرا نکشتیم هیچ قدرتی نیست. سواک خانه های تیمیه بسیاری در سطح شهر داشت که برای شکنجه و بازجویی مورد استفاده قرار می گرفت. کسی چه می داند که چند نفر در این خانه ها به شهادت رسیدند؟ خانه سرهنگ زیبایی سندی است برای پی بردن به گوشه ای از جنایات رژیم شاهنشاهی پهلوی. یکی از ورودی های تونلی که الان مشاهده میکنی اینجا بوده که به اصطلاح از اون طرف به این ور از شمال و جنوب این تونل به اصطلاح راه داشته. یکی از ورودی هاش اینجا بوده و خونه اصلا روی فرم ساختی، یعنی یه فرمی ساخته شده که مخصوص شکنجه بوده اینجا. حیاتی که مشاهده میفرمایید این حیات مجاور حیات بغلی هستش که مربوط به همون علی زیبایی بود. اینجا ماشینی پارک بود که اینجا توسط مردم به آتش کشیده شد و زیر زمینی که مشاهده میکنید بفرمایید زیر زمینی که مشاهده میکنید یکی از ورودی هایی بوده که مثلا مردم رو میومدن و اینجا شکنجه میکردن. اینجا قبلا سقفش کلن سقف و اطراف همه عایق بندی بوده که هیچ گونه صدایی بیرون نمیرفته و اینا هر جنایتی میخواستن اینجا انجام میدادن خیلی راحت. حتی دیواره این و دیواره سمت چپ و راست کلن همه عایق بندی شده و صدا تحت هیچ شرایطی بیرون نمیرفت. اینجا که تشریف بیارید قبلا اینجا مثلا دستگاه شکنجه بوده که به اصطلاح شکنجه هایی انجام میدادن که توسط مردم اینجا ناخونایی که اینجا بود استخونی که حتی هستش اینجا کشف شده و دندونه کشیده شده تو این قسمت پیدا شده که ملاحظه میفرمایید. از آنجایی که قرار نیست ظلم همیشگی باشد و ظالم پایدار، سرنوشت بازجویان سواک هم عبرت تاریخ شد. پس از پیروزی انقلاب 57، حسینی یکی از شکنجگرهای معروف سواک توسط مردم شناسایی شد. او پیش از دستگیری با سلاح کمریش خودکشی کرد، ولی کشته نشد و بعد از 40 روز بستری شدن در بخش ویژه بیمارستان از بین رفت. آرش که او را به عنوان شکنجگر دختران می شناختند، توسط انقلابیون شناسایی و در دادگاه به اعدام محکوم شد. منوچهری که از کشور گریخته بود دچار افسردگی حاد شد و در اقدامی خود را کشت. تهرانی هم که توسط مردم شناسایی شده بود به جرم قتل اعدام شد. در این بین داستان کمالی شنیدنی تر است. این فرد خوشخیال پس از پیروزی انقلاب برای دریافت حقوق خود به زندان اوین مراجعه می کند که از طرف انقلابیون شناسایی شده و پس از محاکمه به اعدام محکوم می شود. کمالی هم یکی از افراد بازجو بود در کمیته مشترک ضد خرابکاری. به تبع نوع شغلش و اون حرفش یکی از افرادی بود که مورد توجه قرار داشت و میگم در سیستم عوامل بر اساس شرایط و موقعیت‌های کاری خودشون وجهه منفی و دهشتناکی از خودشون به جای می‌ذارن. این آقا هم به عنوان یکی از عواملی بود که در اون مقطع و زمان تاریخی یکی از بازجوهای به قول یارو گفتنی پرشقاوت و سخی القلب بوده دیگه. همین خدایاری به خاطر بازجویی که از مرحوم مفیدی و مرحوم این مهدی رضایی که بازجوی این دوتا بوده اصلا رئیس بخشم شد قربان. این شکنجه کردن بالا می برده رتبه ها. اون خب اینطور بوده دیگه. در رأس همه اینها پرویز ثابتی بوده. پرویز ثابتی هم از کشور فرار و بعدها خاطراتش را در کتابی به نام در دامگه حادثه منتشر کرد. ثابتی در ادامه دروغ پردازی های خود با حضور در شبکه های تلویزیونی بیگانه هر گونه شکنجه را در سواک تکذیب می کند. شکنجه هم یک مسئله طولانی است که من میخوام جواب بدم.
بنده اصلا به شخص خودم همیشه با شکنجه که یه چیز غیر قانونی بوده مخالف بودم. در حد خود هم سعی کردم که جلوی هر گونه چیزی که منجر به شکنجه بشه و چیز غیر قانونی بشه، یوتیوب من خوب خونده بودم و یه همچیز داشتم و هیچ وقتم خودم نه شکنجه دیدم نه بازجویی کردم. البته خب ما با موساد و با سیایه در موقع که سر کار بودیم تماس داشتیم، ارتباط حرفه‌ای داشتیم، تبادل اطلاعات میکردیم، در زمینه‌های همکاری میکردیم. بعده بله سفری هم به اسرائیل میکردم با سیایه هم همینطور. ایشون نمیدونم با چه شکلی بعد از حالا حرف کنم 72 چند سالش باشه، با چه شکلی، با چه روی، با چه چیزی بعد از 30 سال تازه از لونه اومده بیرون یک کتابی نوشته. این کتاب حضور شما عرض کنم تمام حضور شما عرض کنم شکنجه و اون چیزی که بر سر جوانان این ملت اومده ایشون نفی کرده. مطمئنن آقای ثابتی اینو راجع به دو سه ماه آخری که ساواک یعنی منحل شده بود، از هم پاشیده شده بود، ممکنه راجع به اون دو سه ماه صحبت کرده باشه. چرا؟ چون اون موقع عنوان شد که آقا دیگه کسی شکنجه نکنه، دیگه نمیدونم کسی اعلامی پخشید کاری باش نداشته باشه، آقا کتاب میخونن کاری باش نداشته باشه. بختیار در اولین تصمیم‌های نخست وزیریش برای آرام کردن مردم سازمان اطلاعات و امنیت کشور را منحل کرد. Mr. Bakhtiar, good morning. Could you say a few words for English television? Government, please. کسانی که در شکنجه و رشوه‌گیری و غیره دست داشتند به طور حتم مجازات خواهند شد. بختیار ارتش بود نصیری، رئیس بدنام ساواک که در آن ایام سفیر ایران در پاکستان بود را به ایران فراخواند و زندانی کرد. ولی هیچ کدام از این نمایش های فریبنده کارساز نشد و ملت انقلابی ایران در 22 بهمن 57 شناسنامه حکومت پهلوی را باطل کرد. عشق تو هر جا که باشم با من، ای بهمن خانه دل هامان همواره با تو. Roll.